سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. ما امروز اومدیم به جنوب غرب تهران، به یه منطقه خیلی قدیمی. اینجا خیابون امین الملکه که معروف به امامزاده حسنه. میخوایم این محله شلوغ و پر جنب و جوش رو با هم دیگه ببینیم. امامزاده حسن تو منطقه 17 تهرانه، یه محله قدیمی و سنتی و یکی از قدیمی ترین بازارهای تهران رو هم داره. الان که دارم این ویدیو رو براتون میگیرم توی روز وسط هفته است و ساعت هم حدود 8 شبه و میبینید که چقدر شلوغ و جمعیت زیادی اینجا هستن. دلیل این شلوغی اینه که شما تو این بازار همه چی میتونید پیدا کنید، از فروشگاه‌های پوشاک مردونه، زنونه، کیف و کفش، سیسمونی کودک، جهیزیه عروس، لوازم خونگی، طلا و جواهرات و ساعت. کلن یه بازار خیلی کاملیه. حالا اون کسایی که قبلا به این بازار اومدن حتما میدونن که من دارم چی میگم. واجب قیمت هم بگم که تقریبا قیمت اجناس تو این بازار به نسبت بازارهای دیگه و مراکز خرید دیگه مناسب تره. حالا من حتما قیمت چند تا از لباسها رو هم بهتون نشون میدم. دلیل این که به این منطقه میگن امامزاده حسن به خاطر وجود امامزادهی به نام حسن که مقبرهشون هم دقیقا تو این خیابونه. قدمت این بازار رو پیشبینی میکنن که بیشتر از 200 ساله، ولی تو زمان قاجار به دلیل وجود امامزاده حسن این منطقه مورد توجه شاهای قاجار قرار میگیره. البته در اون زمان اینجا یک روستا بوده، ولی چون در کنار این امامزاده یک بازار وجود داشته، کم کم باعث اومدن مردم به این منطقه میشه. توی دهه 20 هم این منطقه به دلیل نزدیکی به دروازه قزوین و مناطق اصلی تهران که اون زمان نزدیک به این منطقه بوده، یک رونق و توسعه پیدا میکنه. امروز هم که یکی از جاهای اصلی برای خرید لباس و وسایلی که گفتمه. الان جمعیت واقعا خیلی زیاده و ما هم داریم به سختی راه میریم و فیلم برداری میکنیم. حالا من امیدوارم که بتونم طوری فیلم برداری کنم که بتونید این محله رو به خوبی ببینید. محله امامزاده حسن نزدیک به میدون شمشیریه که بهش سرای آذری هم میگن. از شمال به خیابون قزوین میرسه، از غربم به محله یافت‌آباد که بورس خرید مبلمان و وسایل چوبیه که ما حتما توی ویدئوی جداگانه اون منطقه رو هم بهتون نشون میدیم و قیمت مبلمان و اینا رو هم بهتون نشون میدیم. برای اومدن به اینجا مسیر اصلی از طرف خیابون قزوینه. البته این منطقه فعلا ایستگاه مترو نداره، ولی ایستگاه‌های متروی هلال احمر و بریانک نزدیک به این منطقه هستش، اما نه طوری که بتونید پیاده به اینجا بیاین. میتونید اون ایستگاه‌ها از قطار پیاده بشین و با اتوبوس یا تاکسی با حدود شاید 10 دقیقه تا 1 رو به این منطقه برسید. اگر هم با اتوبوس به اینجا میاین که بهترین مسیرش استفاده از اتوبوس‌های بی‌آر‌تی یا تندرویی که از خیابون قزوین می‌گذره به سمت میدان شمشیری یا همون سرای آذری میرسه، میتونید از این اتوبوس ها هم استفاده کنید.
بریم اون طرف خیابونم بهتون نشون بدیم. این مغازه قیمت پیراهناشو زده بهتون نشون بدیم. قیمتها نوشته 268 هزار تومان یا حدود 9 دلار برای دوستایی که همیشه درخواست دارن که قیمتها رو به دلار بگم. توی داخل مغازه قیمتها از 128 هزار تومان تا 178 هزار تومان قیمت داره که مثلا حدود 4 دلار تا 6 دلار میشه. خب به نسبت جای دیگه تهران به نظرم خیلی مناسبه دیگه، خودتون ویدئوی قبلی منو دیدین دیگه، قیمت‌ها رو تو اون ویدئوها دیدین. توی این خیابون اصلی کوچه‌های فرعی هم هستش که می‌بینید دیگه، یه سری بازارچه و بازار هم توی این کوچه‌های فرعیه. اگه دقت کرده باشین ما همیشه اول ویدیوها رو با سلام دوستای عزیزم شروع می‌کنیم. الانم یکی از مخاطبانمون اینجا ما رو شناخت و دید داریم فیلم برداری می‌کنیم، اومد گفتش سلام دوستای عزیزم. حالا نمی‌دونم توی فیلم افتاد یا نه. من از همینجا از همه مخاطبانمون تشکر میکنم، از همه کسایی که ما رو توی خیابون میبینن و به ما لطف دارن از همینجا ازشون تشکر میکنم. خب برسیم به این که قیمت خونه آپارتمان توی این منطقه چنده. خب این منطقه از نظر قیمتی مناسبتر از جای دیگه تهرانه. قیمت خونه ها اونطوری که من سرچ کردم از متری 15 میلیون تومان شروع میشه یا حدود مثلا 500 دلار شروع میشه و تا آپارتمان هایی که نوسازن و امکانات جدیدی دارن تا متری 30 میلیون تومان، یعنی حدود 1000 دلار. برای اجاره اینجا من داشتم نگاه میکردم یه آپارتمان 60 متری که نوساز باشه 100 میلیون تومان پول پیش با ماهی 4 میلیون تومان، یعنی حدود 3300 دلار پول پیش با ماهی حدود 130 دلار. اینجا هم دیگه بازار امامزاده حسن تموم میشه. اون قسمت اصلیش تقریبا همون قسمتی بود که ما بهتون نشون دادیم. از این گردوهای تازه هم براتون بگیرم.
که کیلویی 40,000 تومنه که حدود 1.30 دلار میشه. به به از این آلبالوهای تازهی که برای مشهدم براتون بگیرم، زوم کنم روش. دوستای عزیزم حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو و این منطقه به ما بگین. شاید خیلیاتون بچه این منطقه باشین و یه خاطره خوبی از این منطقه داشته باشین، حتما تو قسمت کامنت ها برای ما بگین. اینجا هم یه نونوای سنگکیه که برم داخلش هم بهتون نشون بدم. نون سنگک برای اون کسایی که نمیدونن یه نون پرمصرف و سنتی ایرانیه که خیلی هم خوشمزه است. خب دوستای عزیزم خیلی ممنونم بابت اینکه همیشه ما حمایت میکنید. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو هم نگاه کردین و همراه ما بودین. خیلی ممنون بابت همه چی، بابت همه یه کامنت هایی که میدید. حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو یادتون نره که به ما بگین. اگه هنوز سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید و اگه دوست داشتین این ویدیو رو هم لایک کنید. مثل همیشه شاد و پر انرژی باشین، مثل همیشه مواظب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی خداحافظ.